راستای چشم رو مشخص کنید، چشم و ابرو، راستای چشم و ابرو دیگه، ابرو هم توی هم راستای چشم هست، موازی هستن. و بعد داخل این دایره، حالا یا بیزی، بیزی یا دایره چشم رو قرار بدید، بیزی یا دایره چشم داخل قالب، قالب و چارچوب و اون ساختار اصلی که میخوایم روش بنا کنیم، که اینجا مشخصه که بیشتر شبیه بیزی، حالا من اینجا بیزی در نظر میگیرم، میتونه حالا دایره، شما میتونید دایره از توش در بیارید، میتونم بیزی، ولی من به بیزی میکشم و حالا دوباره میتونم اینو توش یک دایره در بیارم. هر چیزی که بهتون کمک میکنه کار براتون راحت تر بشه اون کار رو انجام بدید. خب حالا ببینید، توی این شکل ما، دایره ما از این گوشه به این ابرو با یک خط وصل شده. همونطور که قبلا هم گفتم، برای اینکه بتونید طرحتون رو بهتر پیاده کنید، هم با دقت بیشتر، هم با اصول بهتر، هم با حس بیشتر، اصلا یک ساختار درستی رو بتونید پیدا کنید، باید بتونید بین اجزای مختلف اون مدل ارتباط درست پیدا کنید. حالا این ارتباط درست دوباره نه در شما یک وسواس ایجاد کنه. مثلا بیاین بعضی اینجوری میگن که خب مثلا ابرو میکشه، بعد میگن یه خط اینجا میزنه، بعد میگه استاد این خط درسته، مثلا بعد یه خط دیگه اینجا میکشه، استاد درسته، یعنی این خط درسته، اینقدر سختگیر نباشید.